به نام خداوند بخشنده و مهربان، تقدیم به مادران ایران. جایزه و جریمه یکی از ابزارهای مهم ما مامان و باباها برای تربیت بچه هاست. این ابزارها باید جای درست و به اندازه به کار گرفته بشن و زیاده روی یا کوتاهی توی تشویق و تنبیه باعث آسیب‌های جدی به اخلاق و رفتار بچه ها میشه. با این حال، خیلی از پدر و مادرها نمیدونن بر اساس چه چیزی باید میزان جایزه یا جریمه رو تعیین کنن. یا اگه به تشویق و تنبیهی که قولش رو دادن عمل نکنن، چه تبعاتی داره؟ امروز مامانی مهمان ماست که درباره این موضوع تخصص داره و قراره برامون از روش‌های درست تشویق و تنبیه بگه. شما الان خودتون برای بچه خودتون چه تشویقی رو در نظر میگیرید؟ من معمولا نگاه میکنم ببینم چی حنا رو خیلی خوشحال میکنه، خوراکی هایی که دوست داره. سعی میکنم با جایزه تشویقشون نکنم که حالت شرطی شدن براشون پیش نیاد. فکر نمیکنی که این کاری که داری میکنی یه امتیاز خاصی به بچه ندادی؟ چون اساسا ما میگیم تشویق بچه رو باید به شوق بیاره تا اون کارو انجام بده. شما هر دوتون به یه مراتبی از تشویق اعتقاد دارید، ولی مدل تشویق کردنتون فرق می‌کنه. من اعتقاد دارم تشویقی که نابجا باشه، بیش از حد باشه، به موقع نباشه، به اصطلاح خلاقیت بچه رو کم می‌کنه، از بین می‌بره. به نظر من اسکار نابود کننده ترین تشویقات تعلق می‌گیره به اونجایی که به بچه میگیم تو بهترینی. حالا به نظر شما یه تشویق خوب چه تشویقیه و چه حسی رو تو بچه به وجود بیاره؟ تشویق خوبه که از درون حس خوب برای بچه ایجاد کنه، انگیزه بهش بده. مثل این که تشویق اولین پله است که پله محکمی هم باید باشه واسه این که بالا بره بچه برای رشد. خیلی از مامانا میخوان تنبیه نکنن، تهدید میکنن. خب اون خیلی به نظر من آسیب زننده تر تهدید تا خود تنبیه. این استراب همیشه با بچه هست که هر لحظه این تهدید ممکنه عملی بشه. مثلا اومد برگشت گفت من اونجا فلان لطفو در حقت کردم، حالا شما اینو بر من بخر دیگه. بعد اونجا بود که من نتیجه گرفتم که بعد یکم حالا با دقت‌تر عمل کنم تو این حوزه جایزه دادن و اینا. چون خودم همین حالا هم تشویق روم خیلی تاثیر میذاره، کلاً طرفدار تشویقم. الان صحبتایی که اینجا ما داشتیم با هم، شاید اولین نتیجهش این باشه که ما بیایم اون شکلای تشویق و تنبیهمون رو یه مرور کنیم، یه واکاوی کنیم ببینیم من کجاها دارم تشویق میکنم، سر چه مسائلیه. یه وقت رنگ و بوی مثلا باج دادن نداشته باشه، یه وقت شکل کنترل کردن نداشته باشه. مهمون این قسمت برنامه مامان‌ها یه مامان روانشناسه. فهیمه فداکار هستم، مامان فاطمه 10 ساله، آمنه که داره 7 ساله میشه و خدیجه که 2 سال و 7 ماه شه. از نظر فهیمه دختراش یه ویژگی مشترک دارن و اونم مسئولیت پذیریه. یعنی چه مثلا خواهر اول باشه و بقیه هستن، چه خواهر دوم باشه، چه وقتی که اونها حواسشون نیست و اون که کوچیک‌تره احساس می‌کنه باید یه کاری بکنه، این احساس مسئولیتشونه که باید یه کاری بکنه و انجام بده. فهیمه خودش رو جور خاصی نمیدونه، بلکه بسته به شرایط و سن بچه‌ها برخوردش متفاوته. در برخی از لحظات آدم یک مادر با جدیت و قاطع، در برخی لحظات یه مادر مهربانه، بعضی موقعا خیلی منظمه، بعضی موقعا ترجیح میده که همه چی رو رها کنه. فهیمه با اینکه کلی دانشگاه رفته، تدریس کرده و با جمع‌های مادرانه ارتباط داشته، با این حال اگه به عقب برگرده، وقت زیادی رو برای گوش کردن به مادرها و مادر بزرگ‌ها می‌ذارم. من فکر می‌کنم اطلاع از سنت تربیتی و فرهنگیمون در حوزه بچه ها بزرگ شدنشون و هر چیزی که بهش مربوطه اینقدر غنیه که آدم هر لحظه که برمیگرده میگه چرا من اینو نمیدونستم. فهیمه فکر میکنه مامانا گاهی اشتباهاتی توی استفاده از تشویق و تنبیه دارن، مثل استفاده زیادی از اون. آدم کجا میفهمه که تشویق تنبیه از حدش گذشته؟ جایی که میبینه که به نتایجش نمیرسه. یعنی هی داره تشویق میکنه برای اینکه یه رفتارهایی که از نظرش مطلوبه شکل بگیره، ولی میبینه که رفتار مطلوب که شکل نمیگیره، هیچ، این همش داره وسط زمین غلط میزنه، گریه میکنه. اشتباه دیگه یه مامانا اتکای بیش از حد به یه مدل تشویق و تنبیه خاصه. هر کسی یه جایی خیلی متمرکز داره، مثلا هر یکی خوردنی زیاد میده،
یکی بیرون میبره، یکی هی بغل میکنه، یکی میگه وای تو چقدر باهوشی. انگار که مامانا تمرکزشون هر کدوم یه جایی خیلی بیشتره و اون رو هی رشد میدن رشد میدن. با همه اینا اون فکر میکنه مادری کردن بدون تشویق و تنبیه ممکن نیست، چون تشویق و تنبیه اون چیزیه که مسیر رو میسازه برای اینکه تو بگی کجا بره و کجا نره و این لازمه امر تربیته و تربیت بدون این اتفاق نمیفته. فهیمه امروز به خونه ما اومده تا درباره یه تشویق و تنبیه کردن بچه ها گفتگو کنیم. این شما و این گفتگوی ما با این مامان کارشناس. سلام، خوش اومدی. خوبه؟ سلامت بشی، متشکرم. اول بگو که خودت چطوری دختراتو تشویق و تنبیه میکنی؟ به مدل‌های بسیار زیادی، متنوع. خیلی چیکار میگه میشه آدم مادر باشه به مدل‌های متنوعی تشویق و تنبیه نکنه؟ چیکار بکنن تشویقشون میکنی؟ اول تشویقو بگیم. یه مدلش اینطوریه که میخوام که یه کاریو تحویل بگیرم که خب مثلا بازم انجام بده و اینا. یه موقعی هم تشویقم مال اینه که با هم یه ذره دوست باشیم. یعنی پیامش این نیست که این کار رو باز زیاد بکن. بیشتر دلم میخواد بهش بگم که من حواسم بهت بود. دلشو به دست بیاره. آره، اینطوریه. طبیعتاً این حواسم بهت بوده باعث میشه که اون یه احساس خیلی خوبی بهش دست بده که احتمالاً مثلا اون کار خوب برام بکنه. تکرار کنه. ولی واقعا بعضی موقع آدم دلش میخواد که مثلا به بچهش بگه که دیدم که عصبانی شدی ولی هیچ کاری نکردی. ولی بعضی موقع هم اینطوریه که آدم میخواد بگه که خب مثلا این کار خیلی خوب بود، آفرین، میخوای مثلا اون چیزی که دلت میخواست مثلا بخری یا میخوای اون کار رو بکنی یا میخوای یه چیزی رو بده. چیزایی که برشون خوشاینده بهشون میدی؟ آره دیگه، طبیعتا چیزایی که دوست دارن. البته نه هر چیزی یا به هر اندازه‌ای، بالاخره یه چیزی که یه تناسبی هم با اون کار خوبه داشته باشه. تشویق مادی هم میکنی برشون؟ جایزه بخری، هدیه بخری؟ خیلی کم، نه که نمیکنم. اصلا بعضی موقعا اگه خودشون بیان بگن که ما این کارو میکنیم بعد بیا ما رو ببر فلان جا اینو بخریم یا اون جا بریم یا فلان کنیم، من هرگز اون کارو نمیکنم. من اینکه احساس میکنم دیگه تشویق نیست، مثلا یه جور مثلا باجگیریه. ولی بعضی موقعا خودم این کارو میکنم. یه جا گفتی تو حرفت که به نسبت کارشون و به اندازه کارشون تشویق میکنی. این پدر مادرها نسبت و اندازه چطوری میتونن بفهمن؟ برای پدر مادرها سخت نیست، برای اینکه میدونن قبلا چه چیزایی دادن. این فاصله اینی که دارم میدم با اونایی که قبلا دادن چه فاصله ایه. از اون طرف بعضی موقعا مثلا بچه شما یه لیوان از رو میز برمیداره میذاره مثلا تو سینک، بعد شما که عطیه‌ای به پسرت میگی که آفرین، بعد مثلا یهو مثلا یه پاستیل دارم میاری بهش میدی، بعد خب متناسب نیست دیگه. ممکنه برای شما متناسب باشه چون اولین باره که بچه‌ت داره این کار میکنه. تو درجا میخوای مثلا یه عقابی بری بالا سرش بگی آفرین عجب کاری یه چیزی بهش میدی. ولی مثلا اگه دختر بزرگه من که 11 سالش این کار بکنه، من ممکنه حتی تشکرم نکنم. من که دیگه خب مثلا خیلی بدیهیه، خب یه لیوان وسط بود گذاشت بالا. پس سن بچه خیلی مهمه، سابقه رفتاری که داشته خیلی مهمه. نمیشه واقعا یه چیز ثابتی رو برای همه بچه‌ها در نظر گرفت، برای همه خانواده ها. اون بچه چقدر اون تو تواناییاشه. مثلا شما مثلا یه بچه‌ای رو می‌بینی که یه کاری رو خیلی براش باهاش راحت نیست اون کارا رو بکنه. مثلا یه بچه شیرینی‌پزی خوبی می‌کنه، میاد پیاز سرخ می‌کنه. ولی شما اگه بگیم بگیر رو میز دستمال بکش عمرن این کار نمیکنه. حالا ممکنه من بگم کلا ولش کن، نمیخواد تو هیچ‌وقت رو میز دستمال بکشی، مثلا ولش میکنم. یه موقع من میگم نه خب این بعد رو میزم دستمال بکشه، نمیشه که همش یه کارایی بکنه، دو تا کار دیگه هم باید بلد باشه یا بر اون ممکنه تشویق بزنی. آره بر اون کار بزن. بر همین میگم که خب ما میخوایم ببینیم که چه کاری رو ما میخوایم رشد بدیم. یه کارایی رو بچه من میکنه و نمیکنه من خیلی برام موضوعیتی نداره. یعنی وقتی میکنه خوشحالم یا مثلا اگه نکنه ناراحتم، ولی اینقدر برام ضریب نداره دیگه. من اصلا میگم من میخوام یه بچه‌ای که دارم این 10 تا رو داشته باشه، این 20 تا رو داشته باشه. خب تو اون 10 تا 20 تا هی وارد میشم که بگم آفرین یا مثلا اگه نکرد یه کاری انجام بدم. شده تا حالا یه تشویقی بکنی بعد پشیمون بشی؟ من یه بار دخترم خیلی وقتی میخواست بره از خونه بیرون خیلی همچین مرتب و منظم میرفت، بعد من خیلی خوشم اومده بود که من هیچی به این نگفته، منظم قشنگ حواسش هست که این روسریه با این لباسه چروک نباشه، مرتب خودش بود، خوشت اومد. آره خیلی. بعد من خیلی یه کاری هم از رو دست من برداشته بود طبیعتا دیگه، من از اون خیالم راحت بود.
یه چند بار خواستم تحویلش بگیرم که آفرین که تو حواست هست و خودت مثلا هم به موقع آماده میشی، هم منظم آماده میشی، هم چقدر با سلیقه آماده میشی. یه دو بار که با هم شکراب بودیم یک جور هپلی اومد بیرون، بعد قشنگ میخواستم این کار کنه دیگه. یعنی فهمیده بود که من این جای برام مهمه. حالا من اینقدر برام مهم نبود، ولی بالاخره طبیعتاً وقتی نشون داده بودی اون احساس کرده بود که من مثلا انگار نورافکن انداختم یه جایی هی دارم میبینم. بعد اون میگه که آها. بعد اینطوری که شده بود یه دو بار که با هم شکراب بودیم قشنگ یه چیز داغونی پوشیده بود اومده بود بیرون که مثلا می‌خواست اینو به من بگه که من حالا من این کارو کردم از اون که تو خوشت اومد انجام نداد. شاید مثلا یه نقطه ضعفتو پیدا کرده بود. آره آفرین، فکر کرده بود این کارو کرده، البته اشتباه کرده چون من اصلا هیچی بهش نگفتم. یه دو بار اینجوری اومد بیرون، بعد فهمید که همه بهش میگن چقدر زشت پوشیدی، منم که هیچی نگفتم. بعد دیگه برگشتم سر خونه. بعد اون موقع احتمالاً به خودت گفتی که کاش اون یکی دوباره ازش تعریف نمی‌کردم. کاش که زیاد تعریف نمی‌کردم. آره خب چون مثلا فکر کن 6 بار رفتیم بیرون، من چون می‌خواستم نشون بدم که آفرین به تو و نه آفرین به اون یکیه، مثلا خواستم بهش بگم که من قدرشناسم که تو اینقدر به موقع و خوب آماده شدی و مثلا قدرشناسیمو در مقابل مثلا بقیه نشون بدم، این کار کردم. ولی بعدش دیدم من اینقدر که مثلا 5-6 بار اینو گفتم موقع مثلا مهمونی رفتم، این احساس کرده این خیلی برام مهمه، پس میتونه مثلا به عنوان یه مثلا چیزی ازش سوء استفاده کنه. کارکردش عوض شد. تشویق. آره. آسیب تشویق غلط دیگه چی میتونه باشه؟ یکیش هم اینه که مثلا وقتی شما یه تشویق نابجا میکنی، یعنی رفتاره درسته اما شما تشویق کردی، اما مثلا زیادتر این کارو کردی. تو یه لیوانی که اندازه 3 تا بوده رو 10 تا ریختی توش. سرریز میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این اون فرآیند نامطلوب و اون سیکل معیوبه رو شکل میده. برای همین اینجا این نسبت رو باید آدم بدونه. یه رشدی رو مانع میشه. وقتی شما یه جایی مثلا میگی آفرین توی اندازه 3 تا 10 تا میگی، خب بچه چرا باید زحمت بکشه که اندازه یه ظرف مثلا 10 تایی کار کنه؟ تو میخوای یه رشدی هم اتفاق بیفته دیگه، از این پله بره پله بعد. چرا مامان بابا تشویق تنبیه میکنه؟ تشویق میکنه که از یه پله بره پله بعد، بره پله بعد. خب وقتی تو داری اون پله بعدی رو میگی، این همینجا میشینه دیگه، میگه خب خیلی خوبه دیگه، تشویق که میکنی یعنی من به خاطر یه انگیزه بیرونی یه کاری بکنم. خب پس من بعد اون انگیزه بیرونی است. خب انگیزه بیرونی تهش رو بهش داد. حالا هر کسی یه تهی داره، یه چیزیه اون اندازه. خب اونو بهش دادیم دیگه، پس اون فکر نمیکنه که قدم بعدی چیه. اون انگیزه بیرونی نباید انگیزه درونی رو آره از بین ببره. چون خودشون به قدم بعد فکر میکنن. اگه شما این اجازه رو ندی برای اینکه اون مسیر رو بره، چون خودش که فکر میکنه یه قدم هایی هم در نظر میگیره، اگه این اجازه رو ندی اون یه جایی میمونه. مهمونه قبلی ما دو تا مدل مختلف داشتن. یکیشون تاکیدش رو این بود که یعنی خودش میگفت من اصلا تشویقام کمه، بیشتر فقط کلامی مقدار مثلا در حد لبخند تقلیل میداد، میگفتش که چون بیشتر از این باشه انگیزه درونی رو از بین میبره. یکی دیگه‌شون ولی نه، نظرش این بود که انگیزه های بیرونی باعث میشن، مثل تشویق باعث میشن که اون انگیزه درونیه به هر حال بهتر بشه، رونق بگیره. این حد انگیزه درونی بیرونی چیه؟ چون تشویق به هر حال یه اتفاق بیرونیه دیگه. تو چه سنی مد نظرته که اینو میگی؟ تو هر سنی باید چیکار کرد؟ ببینید همین الان فکر کن که ما مثلا یه نوجوان 17 ساله داریم، مثلا تعامل ما با اون برای اینکه تشویقش کنیم آیا از این جنسه که هی بگیم آفرین؟ اصلا خوشش میاد که ما بهش بگیم آفرین، خیلی هم بدش میاد و میره عقب. اصلا خب بهش بر میخوره اصلا تو بهش بگی آفرین. و هم گرم من بچه هم. اما وقتی مثلا تو یه بچه 4 ساله داری بهش میگی آفرین، خیلی ذوق میکنه. میخوام بگم حتی وقتی میگی تشویق کلامی، خیلی مهمه که اون بچه تو چه دوره رشدیه، درکش از اون مسئله‌ای که داره انجام میده چیه. مثلا یه بچه 4 ساله درک این رو داره مثلا که باید بره دستشویی خودش، مثلا خودش میره دستشویی. خب شما اونجا در مقابل یه همچین اتفاقی چیکار میکنی؟ میدونی که این درکش رو داره، میفهمه و مهارتش رو هم داره. خب اینجا شما آفرینی که استفاده میکنی میگه تشویق کلامی کردم، اصلا مگه لازم بود؟ این میدونی این تسلط موضوعیت داره. تو هر سنی ما میگیم ببین عکس العمل تو چیه، ولی اون نوجوانه اگه مثلا داره یه کاری میکنه تو رد چی، یه لحظه بازوشو صفر بگیری رد چی، اصلا هیچی هم نگی، اون پیام رو دریافت میکنه، میفهمه که تو چه پیامی رو بهش داری. برای همین تو تشویقای کلامی که تازه مثلا خفیف‌ترین تشویقا هم هست، مثلا دیگه مثلا برچسب و جایزه و مثلا از این چیزا هم نیست،
حتی تو تشویقای کلامی هم خیلی مهمه که ما افراط نکنیم. افراط کردن خیلی بده. البته که این که ما بگیم خب من فقط تشویق کلامی میکنم اصلا خوب نیست. ما انگار یه کلو پشتی داریم رو پشتمون به عنوان یه مادر. دست میکنیم توش یه چیز در میاریم، دست میکنیم توش یه چیز در میاریم. تکراری نباشه. آره تکراری نباشه دیگه. ما از این تنوع استفاده میکنیم. البته با این پیش زمینه که ما همش هم دست نمی‌کنیم کلو پشتمون یه چیزی در بیاریم. این دیگه خب خیلی خنده داره دیگه. این میشه مثلا مثل اینکه شما مثلا یه دونه خرگوش دور بعد هی هویج میدی رابیا. خب این دیگه خیلی خنده دار میشه دیگه. این کارم طبیعتاً نمی‌کنه. فهیمه جان یه جور تو صحبتات اشاره کردی به باجگیری. گفتی تشویق سمت باجگیری نره. چی میشه که تشویق سمت باجگیری میره؟ بچه‌ها بسیار باهوش و حواس جمعن و نیازهای بسیار زیادی دارن، علایق بسیار زیادی هم دارن. راه رسیدن بهش هم بلدن. یاد میگیرن. کم کم حرفه‌ای میشن در اینکه چطوری میتونن راه رسیدنش رو کسب کنن. اشکال نداره که البته بچه‌ها راه رسیدنش رو یاد بگیرن. اما راه رسیدن اگه این باشه ما اتاقمون رو مرتب میکنیم به جاش به جای اینکه یه رو با موبایل بازی کنیم یه ساعت بازی کنیم. هرگز ما هم چیکاری نمی کنیم. به جاش نداریم. اصلا به جاش نداریم. مثلا تو خونه ما خیلی معروفه. به جاش نداریم. بعد دیگه الان بچه ها فهمیدن. به جاش نداریم. یه مدلای دیگه میتونن برسن به اهدافشون. ولی به جاش نداریم. اینجا اصلا دیگه تناسب هم مهم نیست. چون این کار داره در ازای یه چیز دیگه آره. انجام میده. هر چند کوچیک باشه. ما اینو نداریم. البته که ممکنه یه قرارهای مادر و فرزندی داشته باشیم. قرار مادر فرزندی با باج فرق داره. اون قراره چیه مثلا؟ ما هیچ اشکالی نداره با بچه‌مون توافق کنیم. زندگی چه زوجینی چه والد و فرزندی یه توافقی توش داره. این توافق اشکالی نداره. اما اگه بشه اون اسمش باجه. و ما ذره باج نمیدیم. مگه وسط مهمونی ها بچه‌مون داره آبرومون رو میبره. اونجا باج میدی؟ دیگه مجبوری؟ یه لحظه فکر کردم دیدم خب دیگه. ولی البته اشکالی هم نداره یه موقع این کار بکنم. تک و توک بالاخره پیش میاد. نمیشه آره. هیچ آره. مادر بگه من تا رو بهش بنردم به بچه. میخوام بگم من این کار رو سعی میکنم نکنم در اون موقع بحران چون میبینم یاد میگیره. ولی اشکالی هم نداره که ما یه موقع هایی اصطلاح مامان بزرگا چیه؟ به دل بچه‌مون راه میاد. نگیم باج میدیم. میگیم خب مثلا این الان اومده دندون پزشکی. میترسه. بعد داره گریه و زاری هم میکنه. من یه خورده میفهمم که این ترسیده، یعنی انقدرش رو میفهمم. شرایط طبیعی نیست، آره. همیشگی نیست. آره یه خورده هم میفهمم که حالا فهمیدم که ما میخوایم این دندونشو درست کنه، این دکترم 20 دقیقه وقت بیشتر نداره، بعدش میخواد بره دندونش بمونه، اینطوری میشه اونطوری میشه. خب اونجا حالا اشکالی هم نداره که ما چیز کنیم، یه جایزه بدیم یا بگیم اگه ساکت بشینیم. هیچ اشکالی نداره. از اون قواعدی که تو ذهنمونه تک و توک آره. کوتا بیاین. ببین مهم چیه؟ ما همیشه تو خانواده درمانی میگیم ببین اتمسفر خونه مهمه. اتمسفری که همش توش باجه یعنی اشکال داره. یعنی اون فضای غالب. این اتمسفر همه چی توش هست. در نهایت باید سالم آره. باشه. اما غلبه اون باید با چی باشه؟ اگه تو یک اتمسفری غلبه با دیوکسید کربن باشه مسمومه. اما شما میگی ببین غلبه این نیست، اما دیوکسید کربن هم هست. این ما به این میگیم اتمسفر و برامون مهم اتمسفر خونه است. برای همین یه بار دندون پزشکی به دلش را اومدن یا چیزهای شبیه این هیچ وقت تربیت ما رو اونجور که مثلا بگیم آقا این باجگیری و اینا نمیکنه. شما دیدین مادرایی که خانواده هایی که به بچه ها وعده میدن برای تشویق کردن که اگه مثلا فلان اتفاق بیفته فلان جایزه رو دادی بعدا این تشویق انجام نمیشه، این چه آسیبایی داره؟ مهمترین نکتهش اینه که بین شما و فرزندتون دیوار بی‌اعتمادی ایجاد میکن. ما وقتی که بگیم به جاش نداریم یا بهش بگیم من اصلا هیچ قولی نمیدم خیلی بهتر از اینه که یه قولی بدیم که از همین الان میدونیم من از پسش بر نمیام که پنجشنبه شما رو ببرم فلان. من میدونم همین الان از پسش بر نمیام. پس دلیل نداره بدیم. تا وقتی که شما این حرف رو نگفتی فرزند شما برای اینکه شما چی میخوای بگی خالی از ذهنه. نمیدونه حالا تو چی میخوای بگی. اما وقتی گفتی دیگه باید پاش وایسی. بزرگترین اتفاقش این نیست که اون میزنه زیر کاسه میگه پس من اون کار رو میکنم یا دیگه نمیکنم. اون بی‌اعتمادی است. مهم اینه که این فرزند شما به شما بی‌اعتماد میشه. این الان هر سنی که هست همینجور قرار ادامه پیدا کنه. و طبیعتاً هر آجوری که رو دیوار بی‌اعتمادی گذاشته میشه وقتی بچه ما نوجوان میشه، وقتی بچه ما بزرگتر میشه، جوان میشه، اونجا شما نیاز داری به این سرمایه که از اعتماد جلب کردی، این سرمایه دچار خدشه میشه و این خیلی ضربه جدیه.
من توی بچگی همیشه به خاطر درس خوندنم تشویق می‌شدم. چون خیلی به ورزش علاقه داشتم، به محض اینکه یک سری حرکات و ورزش‌ها رو یاد می‌گرفتم و انجام می‌دادم، خیلی بازخوردهای خوبی می‌گرفتم. من همیشه وقتی که برق قطع می‌شد و بیکار بودیم، تلویزیونم که به اون صورت نبود، می‌رفتم به مامانم کمک می‌کردم و همیشه از این موضوع مامانم خوشحال بود و من تشویق می‌کرد. سوره حمد رو که یاد گرفته بودم با مادربزرگم جایی رفتیم و اون خانم جلسه‌ای بهم بعد از خوندن سوره حمد یه دفتر نقاشی داد و مداد رنگی. خیلی دوست داشتم اونو. قول گرفته بودم از بابام که من مثلا اگه معدلم انقدر شد یه دونه از این صندلی اینجوری اینجوری ها میخوام. به خاطر اعتماد به نفسم خیلی تشویق شدم و حتی هدیه بابتش دریافت کردم. پدرم خیلی دوست داشتن که من پزشک بشم، به خاطر همین وقتی که مثلا نمره هام خیلی خوب میشد یا تو این زمینه درسی خیلی پیشرفت میکردم، ایشون همیشه منو تشویق میکردن. حدودا 5 ساله که بودم شنا کردن رو بدون کمک بزرگترا یاد گرفتم که اون موقع خیلی مورد تشویق زیادی قرار گرفت. وقتی به سن تکلیف رسیدم، اون جانمازی که برام خریدن با چادر خیلی برام لذت بخش بود. وقتی میخواستم یه کار حتی برای اولین بارم انجام بدم، حتی اگه خراب میشد یا از بین میرفتم، همیشه مامانم میگفت اب نداره مامان جون، حالا یه بار دیگه امتحان کن. این تشویقه تا امروزم همراه منه. یه بار یادم مامانم جلوی چند نفر از من خیلی تعریف کرد و شروع کرد به گفتن اینکه خیلی بچه منظمیه، بیاین ببینیم کمدش چجوری میچینه. خیلی به من چسبید. مامانم کتاب برام میخرید و اینکه منو بغل میکرد و یه بوس معروفی داشت. اون بوسه رو به هر کسی نمیداد. اون بوسه خیلی برای من رضایت بخش و خوشحال کننده بود. همونها هنوز توی ذهنم هست. اون آدمایی که تشویقم کردن جمله هاشون توی ذهنم هست و باعث شد که خیلی علاقمندتر پیش برم. واقعا هم همین الان که خب پزشک هستم و متخصص هستم، واقعا نتیجه تشویقا و تلاشایی که پدر و مادرم برای من داشتن. مادرم این صندلی خیلی برام عزیزه. اوه چه چیز خوبی یادم. باور می‌کنید دیگه اصلا این تشویق یادم نیست؟ چرا من اصلا کودکاته، چرا من تشویق بریم سراغ تنبیه. چه تنبیه‌هایی می‌کنی مثلا دخترا رو؟ بستگی به این داره که چی کاری کرده باشن. ولی طبیعتاً از این که از یه چیزی که دوست دارن ممکنه که بگم خب نه. مثلا الان که وقتی بچه‌ها، حالا شما هم دو تا داری، من که سه تا دارم، می‌دونید که یکی اتفاقاتی که برای رشد بچه‌ها خیلی خوبه و البته کمک کنند، ما میگیم چند فرزندی خوبه به خاطر این اتفاق، ولی طبیعتاً بدترین چیزی هم هست که رو مخ مامانا میره این اختلافاییه که بین بچه ها پیش میاد. اینا رشد دهنده است و لازمه رشده و خیلی خوبه، ولی خب یه جاهای دیگه هم آدم کلافه میشه، هم خود آدم احساس میکنه که فضا پرتنش میشه، هم فکر میکنه که ممکنه یه بچه یا دو بچه تو این فضا یه آسیبی ببینه. خب طبیعتاً اونجا آدم وارد میشه، یه قواعدی میذاره دیگه براش که خب این اتفاق مثلا اگر بچه من بره و بخواد مثلا با این چنگال بزنه تو سرمون یا با یه چیز محکمتر با این گلدون، من وسط رو حتما دستشو محکم میگیرم و حتما یه نگاه تون بهش میکنم که حق نده گلدون بزنی تو سر خواهرت، طبیعتاً این کار خواهم کرد. تهدیدشون هم میکنی؟ بعضی موقعا تهدید توافقه، از جنس اون توافقی که قبلا گفتیم، یعنی تهدید داره در مورد تبعات کارت صحبت میکنه. میگه که مثلا شما تنبیه احتمالی رو داره بهت هشدار میده. آره میگه ببین تو اگر الان دو نصف شب داری میخوابی، من این تهدیدو کردم، دو نصف شب بوده میگم بخواب، تو فردا باید 6:30 بیدار شی، الان دوه، بر چی نمیخوابی و مثلا رفتی زیر پتو تاریکی کتاب میخونی؟ بعد میگه خب نه خودم میدونم فردا، من خودم میدونم، مدرسه خودمه. میگم باشه، اگر از مثلا 11 دیرتر میخوابی در مورد بزرگه، من فردا بیدارت نمیکنم، ساعت داری کوکون خودت بیدار شو. اگر از این ساعت دیرتر میخوابی، خب دیگه خودت بزرگی دیگه، آدم بزرگه که بعد 11 12 تا 2 بیدار میمونه، فرضت اینه دیگه. خب این فرض صدق میکنه که به خودت هم بیدار شو. مگه من کسی بیدار میکنه برای صبح؟ هر کی بیدار شدی برو مدرسه، به سرویس میرسی. بیدار نشدی خب خواب میمونی، مدرسه نمیری. از نظر من اشکالی نداره، خیلی هم خوشحال میشم تو خونه باشم دیگه ببینه. یعنی این یه بخشش یه تهدیده از نظر شما، این بخشش هم تبعاته تو، و اینکه بگی تو این حرفی که میزنی که من بزرگ شدم، مگه من بچه‌ام این موقع بخوابم اونا رو بخوابونین من نمیخوابم، و بعد یه رفتاری انجام میدی، خب بزرگتر بودن یه چیزای دیگه هم داره، من اون چیزها رو هم بهت نشون میدم. تشویق و تنبیه چیکار میکنه؟ تشویق و تنبیه مثل قیم میمونه. شما یه قیم میذاری تو گلدون، قیمی که گذاشتی تو گلدون باعث میشه که گلدونت اینوری نشه، اینوری هم نشه، نسبتاً صاف بره بالا، درسته؟
شما اونقدری که از تشویق و تنبیه استفاده میکنی میخوای که این اینوری نشه اونوری نشه، میخوای که نسبتاً توی مسیری بره بالا. من میگم نسبتاً، چون ما که نمیخوایم به صورت کمالگرایانه نگاه کنیم، ما میگیم آقا میخوایم که این بچه از خودش مراقبت کنه، یه رفتارهایی که مبتنی بر ادب اجتماعی یاد بگیره، محافظت از خودش و و و اینو کمک میکنه که اگه بچه اومد این و بگی نه عزیزم برش گردونی سر جاش، اومد این و بگی وقت کن بگی آقا برگر سر جاش، بالاخره تو این کار میکنی دیگه، میخوای اینو نگه داری. طبیعتاً اینجا این رو لازم داری. در اون جاهایی همه تصویر بد از تنبیه تو ذهنشونه، اون جایی که تنبیه داره با تحقیر همراه میشه، تو میگی خاک بر سرت کنن، تو یعنی انقدر نمیفهمی؟ خب آره الان فهمیدی چی شد، تو این دیگه قیم نیست، این داره که چاقو میزنه به اون بدنه، دیگه قیم نیست، چون داره میگه خاک بر سرت، داره تحقیر میکنه. آقا دیگه ولش کن دیگه، یه اشتباهی کرد، تو هم یه تنبیه متناسبی کردی، یه بالاخره یه عکس العملی نشون دادی، پیامو گرفت، اینو ادامه ندی دیگه، بچه پیامو میگیره. وقتی شما مکرر میگی مکرر میگی دیگه بچه اینطوری میشه، اون جاییه که تو داری به اون ساقه آسیب میرسونی. بچه ها از اینکه بهش میگی کارت اشتباهه انقدر استراب نمیگیرن، از اون پیام هایی که تو این کار اشتباهه هست، آدم حسابش نمی کنی، له و لوردش می کنی، اونه که اضطراب ایجاد می کنه و خیلی مهم. و طبیعتاً تنبیهی که مکرره اونم داره پیام می میده که آقا مثلا ارزشمندی بچه رو زیر سوال می بره. مثلا شما معمولاً نگیم نگو تو مثلا خیلی بچه بدی هستی، تو خیلی حال به هم زنی، اینو نگو، بگو این کارت اشتباه بود، چون تو میگی من کارو از شخص جدا کارو از شخص جدا می کنی. اما خب اگه یه جا این دقیقاً توجه درستیه، خب اما اینم بدونیم که تو اگر را به را به بچه کاراشو هی گفتی کج نسنس اینجوری شد اونوری هر طرفی نشست تو داری میگی کارت بده، خب منطقا آدمی که اینقدر دست و پا چلفتی و بی ارزه و نفهمه که همه کاراش اشتباه میشه، از 10 تا کاری که تو روز میکنه 8 تاش اشتباهه، خب اینم داره پیام بی ارزشی رو منتقل میکنه. یعنی میخوام بگم بعضی موقع ما اینا رو یاد میدیم، والدین احساس میکنن، ما همیشه میگیم تو کارت بده، نمیگیم خودت بده. عزیزم از 10 تا کار کرده 8 بار بهش اینو گفتی دیگه، طبیعتا پیام پنهانش این میشه، پیام پنهانش اینه که تو چه آدمی هستی، همه کارات همینطوریه دیگه. تو خط قرمزای تنبیه یکی مورد سرزنش کردن و تحقیر کردن رو گفتی و یکی هم اینکه بچه عزت نفسش از بین نره. دیگه چه موردایی داره تنبیه که نباید اصلا اون سمت بریم؟ ما وقتی میگیم تو تنبیه چیکار نباید بکنیم، میگم آقا تو کتک نمیزنی بچه رو. چرا؟ به خاطر همون احساس ارزشمندیه، اینکه تحقیر نشه. زدن که هیچی، شما هم که بالا سر بچت اینطوری اینطوری میکنی، این خودش یه جور تنبیهه و میدونی چه استرسی رو به بچه واردار میکنه، اینکه یکی بالا سرشه مثل عقاب این تکون میخوره اینجوری اینجوری میکنه، این پدر روان بچه رو در میاره. من یه موقعی یه بچه دیدم به مامانش میگم مامان خواهش میکنم اینجوری نکن، دستشو میگیره میگه اینجوری نکن. میخوام بگم ببین تو بالا سرش وای میسی رو اینجوری میکنی، میخوای قشنگ بکنی تو کلش، رفت تو کلش دوباره یه دور دیگه هم برگردی، دوباره برگردی یه مثال دیگه هم بزنی، ببین چه اتفاقی میفته. اما بچه من که وسط بزرگ را وقتی ما داشتیم 100 تا میرفتیم ترمز دستی میکشه و میتونه ما رو، این تجربه دختر اول من، ترمز دستی داره میکشه، من چیکار کنم؟ بشم بهش توضیح بدم؟ من دستشو گرفتم بهش میگم بر چی این کارو کردی؟ خب میتونست ما رو بکشه. و بعد ممکن بود که این ممکنه تکرار بشه، اون باید یه جایی بفهمه که جاهای خط قرمزه، این خط قرمز به قیمت جان تموم میشه. اما نکته اینه که خب بچه من که فقط همینو میبینه، این اتمسفر، اون مونوکسید کربن است، دی اکسید کربن است. ببین مثلا شما قانون ها رو چجوری تو خونتون میذارین؟ خونه بی قانون خونه ایه که توش تربیت اتفاق نمیفته، حتما خونه باید قانون داشته باشه. خب قانون ها وقتی میخوان گذاشته بشن، از دیوار قانون در خونه، فکر کنم مثلا این خونه ماست، از دیوار قانون یه چیزهایی حفاظت میکنن. وقتی بچه به این دیوار نزدیک میشه دنگ میخوره، بهش سرش درد میگیره دیگه. خب میخوام بگم که این معلومه تبعات اینه، این اتفاق شدیدیه. حالا حتما وقتی که من دست اون رو محکم گرفتم و سرش داد زدم که چرا ترمز دستی وسط بزرگ را کشیدی، حتما بعدن که رفتیم خونه اون بغض کرده بود و اینا، منم مثلا محلش ندادم. بعد که رفتیم خونه آخر شب شد، من یه بغلی کردم که ببین مامان یه دلجویی میکنی، حلش میکنی، یعنی تو اینو زیاد انجام نمیدی و بعدم یه تبعاتی داره که اون رشته رابطه رو نگه میداری دیگه، یعنی اون دلجویی رو داری. پس تنبیه اگر درست و
به جا و به اندازه باشه، تحقیر نداشته باشه، سرزنش نداشته باشه، تخریب نداشته باشه، عزت نفس بچه رو زیر سوال نبره، حتما کارکرد داره. آره کارکرد داره. فهمه عزیز خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردی، هم از تجربیاتت گفتی، هم یه سری روش‌ها و شیوه‌های علمی رو گفتی و مسئله رو جا انداختی. ممنونم ازت. قربان شما، خیلی خوشحال شدم که سلامت باشید. بفرمایید لطفا. سلامت باشید. خیلی ممنون. بدون تشویق و تنبیه هیچ فرزندی رو نمیشه تربیت کرد، چون اونجوری بچه ها فرق کارهای خوب رو از بد تشخیص نمیدن و یاد نمیگیرن که هر کاری چه نتایجی داره. گرچه باید یادمون باشه که این نتایج مثبت و منفی رو برای هر بچه‌ای متناسب با سنش و کاری که کرده و کلی عامل دیگه که خودمون بیشتر در جریانش هستیم تعیین کنیم.